امروز در برنامه ما از ارائه مستندات از سوی آقای رایفی پور به دادستانی تا اف پنج نفر از متهمان پرونده شهید عجمیان تا بهترین دوست ایران کیست معرفی خواهیم کرد که از نگاه رسانه آمریکایی بهترین دوست ایران کدوم کشور است خبرهای دیگه داریم از موشمرگ ها و از زجه های موشمرگ خواهیم گفت تا احزار مزدور خبرنگار شرق به دادستانی پس از اینکه تروریست ها رو از خوش و دونست بله از همانطوری همونطوری که فدنه مسا کومنشی هم زخوش و بید و خبرهای دیگه داریم برا رو از یک فارسی زبان بی شرف رونمایی خواهیم کرد سعی میکنیم از این به بعد یه بخشی بذاریم معرفی خائنین و مزدوران فارسی زبان امروز هم از یکی از این بیشرفان حرامزاده رونمایی خواهیم کرد تا اگر شما هر کانال این دیدید شاخکاتون تیز باشه ای این همان کسافت حرام لغم است و خبرهای دیگه دوستان عزیز دلارم هم همچنان میتازد و به این مسئله هم اشاراتی خواهیم کرد قربون تو برم حالا مثل همیشه با اقتدا به مولایم امامم بزرگم امام علی یا علی میگیم و میریم تو کاره سلام ایرانیان سلام هموطنان ما در باکو تالش نخ سلام هم زبانان در کشمیر هندوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیعیان کویت برین، القطیف جنوب عراق جنوب لبنان بچون انصار الله یمن شیخ زگ و یارانش و سرتاسر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنون دوستان عزیز خاک بر سر زیبا کلام فراموش نشه بنویسید خاک بر سر زیبا کلام لایکتون بنویسید بعد ادام برنامه رو ببینید واجب است <تصفح> آقا سخنگوی قوه قضایی اعلام کرد که آقای رایفی پور رو پس از اینکه احضار کرده بهشون مستندات داده و ما در حال بررسی مستندات هستیم یعنی ال... الکاسه و الکمچه خبرایی هست بر و من حمایت میکنم از تو این جریان برو رو از آقای رایفی پور حالا نه صرف این که هر کسی بود قدمی در راه بحث شفافیت بحث احقاق حقوق ملت و تضعیف باندهای مافیایی مافیای اقتصادی مافیای سیاسی مافیای اینترنت فولاد پتروشیمی هرچ هر کسی قدمی باردارد در تضعیف باندهای مافیایی رزارخشان سخت دوست اوست حالا خیلی ادعا میکنیم همچین مهم هم هستیم ولی بالاخره بر اساس وسمون و بر اساس قد و قوارهمون ما ازش حمایت میکنیم و بالاخره زمستان میرود روسیای هم میمونه واسه اینایی که اومدن رأی گرفتن از مردم به اسم شفافیت به اسم خیلی از کارهای و شارهایی که وعده دادن و عمل نکردن و پریدن به رای پور پریدن به این و اون برارو آقایون نماینده پریدن به سید محمد دیدم یکی یک از اینا چه لیچاری بار سید محمد کرده بود بعد از مسابقه‌ای که داشتن این مشکل شما رو حل نمی کند شما مسئولیت دارید من مسئولیت ندارم رایفی پور مسئولیت ندارد ایکس ایگرت مسئولیت ندارد شما هم باید زندگیتون شفاف باشه درامتتون شفاف باشه آرائتون شفاف باشه همه رفتارتون باید شفاف باشه چون مسئولیت دارید وظیفتون این اینو تن بدید به این شفافیت و البته دیدم آقای رای فیپور یه اشتباهی هم کرده بودن و بعضی از این مزدور خبرنگاران لیبرال این سرمایه های سگونیس در ایران چه زاقی اون اونجایی که یه رایفی پور داره در مورد اقبال لاهوری صحبت میکنه و حالا یه اشتباه میکنه و فکر کنم اشتباهش هم در مورد این که تاریخ مرگ اقبال 1317 بوده خب اون زمان, زمان زمان, زمان رضا بوده هنوز ساواکی ایجاد نشده بود و ایشون در این زمان فوت ایشون اشتباه میکنن و میگن که اجازه نمیدادن وارد ایران بشه و ساواک ممانعت میکرد و از این صحبت ها دیدم خیلی از این سایت های لیبرال ها و اصلاحاتی های بی همه چیز اینو تو بوخ کرنا کرده بودن شما خیلی کار تو خواه. شما کار تو مولا درزش نمیره برای اره بوهتو تو اون به فنا رفته مستره و فره تا خاتمی جلف تا حسن خالی دوست اینا اثر خدای سوتی هن. خدای اشتباهات چه لپی چه اشتباه مادرزادی چه اشتباه خفن سیاسی چه خیانت های فراوان شما دیگه دم از بدون اشتباه بودن نزنید که بهتون نمیاد بله یا بعضی از برنامه سازان مثل آقای علی زاده پریده بودن به ایشون من این بحثو اصلا انحرافیه اصلا لزومی نداره و یه جریانی هم هست به اسم ادالت خوا. من این دانشجویان ادالت خواه اینم بگم برارو رو من نسبت به تمام این جریاناتی به اسم ادالت خواه اینو بدبینم دیدم به خصوص شخص اینو صادقانه میگم من هیچ وقت خوشم از اشتری نیومده هیچ وقت سر سوزنی دیدم خیلی از رسانه های لیبرال رسانه های خارج نشین حتی سهیونیس اینترگمال هوراکش اشتری شدن دانشوی بسیجی ادالت خواه یادتونه اشتری تیپ عوض کرد تیپ لیبرال میزنه الان آسین کوتا میخوام یادتون بیارم همین عدالت بازی عدالتی که یک سمت میزنه من از کسانی که یک سمت میکوبن مشکوکم اینا مزدورن تا حالا اشدری به کدوم فساده باند رفزنجانی باند خاتمی باند حسن روحانی پرداخته تماما گیر کرده سنبش روی قالیباف و این سمت مخالف نیستم نظرات من در مورد خالیباف و بقیه میدونید ش... می ولی که وقتی که سوزن شما یک جاست گیر کرده بی پروژه بگیریه این عدالت خاریه به اسم عدالت عدالت خاری میکنی و اینم یادتون بیارم برارو که آقای حشمت الله تبرزدی واسه دوستان جوان سالم میارم این آقا اولین کسی بود که به مرشد عزیز ما لقب امام خامنه داد یه روزنامه ای داشت به اسم روزنامه پیام دانشجوی بسیجی کارش چی بود؟ او هم مثل این اشتری مشتری این سنبهش گیر کرده بود به خانواده رسمنجانی بعد به تدریج پیام دانشو بسیجیش که پررنگتر از همه جاش بود یه دفعه بسیجی لاغر شد کوچیک شد بعد حذف شد موند پیام دانشو بعد تبرزدی که اولین کس بود که مرشد ما میگفت امام خامنه ای لیبرال شد برانداز شد که میشناسیدش واسه همین من این جریانات راستیتش بیشتر پروژه بگیر میدونم تا واقعا شخص ادالت بالاخره زمان همه چیز ثابت خواهد کرد و همیشه وقتی که ارز کردم به این شخص رسیدم خود به خود اتوماتیک حشمت الله تبرزدی تو ذهنم متجلی شد تجلی پیدا کرد خب و اینکه دشمنان انقلاب امروز از تعریف میکنن بدون یه جای کارت اشتباهه یه یه جای کارت خطایی کردی که دشمنان هورا کشد شدن مسیر درست نبوده وگرنه تو امروز باید زیر شدیدترین نقدها و انتقادا بودی بله در هر صورت منتظر میمونیم تا مستندات آقای رایفی پور منتشر بشه باید این جریان یک بار برای همیشه دندوناش کشیده بشه کسایی که به صورت سرباز سیلی میزنن کسانی که چنبره زدن رو اقتصاد کسانی که تو قضیه گمرکاتشون و نقششون تو گمرکات و توی خودروسازی و اینا دیدیم که رسما شدن عمل عکره مافیای خودروسازی و مصیبت این این مافیا واسه ملت عزیز که ملت ایران و این, این مافیا خودروسازی در چنگ خودش گرفته بله این از این آقا قوه قضایی اعلام کرد که پنج نفر از کسانی که در پرونده شهید عجمیان بودن اینا رو رد سلایت کرد ببخش میگم رد سلایت اینا رو اف کرد اینو در کنار قره حسنلو و زنش میذارم لغو حکم اعدامشون یه احساس بدی بهم دست میده چرا که هنوز پرونده علی وردی به جایی نرسید اونی که مال شرک اکپتان بود مسلحش کردن با ناخونگیر ذره ذره از گوشت بدنش میکندن هنوز هیچ رئیس صادر نشده بعد از یک سال و نیم این هم پرونده شهید عجمیان اما در کنار اون میبینیم چطور فرد فرد واسه نیروهای انتظامی امنیتی حکم اعدام و بازداشت و زندان آقا میخوام بهتون بگم ایران تنها کشور دنیاست که واسه نظامیانش حکم اعدام صادر میکنه واسه خطاهای انسانیشونا مثلا الان ما تو اوج تهدید آمریکایی هستیم برای حمله به ایران غلط میکنن ولی آقا وقتی س... پدافند ما رو هیچ جای دنیا نیروهای نظامی رو به خاطر خطای انسانی محاکمه زندانی نمیکنن. کنن پونزه سال زندان و سش می که اونم خود هم می دونند این جنگال دشمن بوده که باعث این خطای انسانی شده یعنی بخشی از جنگ دشمن بوده که این خطای انسانی وجود بیاد از این به بعد بسیاری از اپراتورهای نظامی ما دستشون میلرزد و خیلی فجایع ممکن تو کشور پیش بیاد خب این بخاطر همین قوه قضایی هست دیگه چرا چون پوپولیسته عوامگراست کارهای نمایشی میخوان بکنن پوزهای رسانه بدن حقیقت و فدای نمشواف بکنن وگرنه عرض کردم هیچ جای دنیا این کار رو انجام نمیدن این اتفاقات فقط در ایران میفته از او برم خب برای او سمت هم خب ما الا ماشاءالله رفت بازی داریم ما بله خب آقا ماهواره سروش ها محموله پونزتونی به فضا میبرد ای بنازم شپرسو یعنی خداوکیلی ایران من انتقادهای زیادی دارم به تیم اقتصادی آقای رئیسی به خود آقای رئیسی در زمین اقتصادی اما در زمین فضایی انصافا نمرش بیست و بیسته, بیسته. میدونیم ما از سریر میریم به سروش یعنی از سیمرغ میریم سریر سریر میریم سیمرغ سروش یک سروش دو البته پارسال اعلام کردن که ما با سریر میریم مدارش او و سریر در حال ساخته یعنی ما دو تلاش همزمان داریم با سه رسیدن به مدار جو سریر از اون سمت هم سردار جعفر گفتن که ما با قائم 120 میریم مدار جو یعنی ما هم سپاه داره این تلاش انجام میده هم سازمان فضایی ایران حسین م... حس... حسین مونسی سخنگوی وزارت دفاع در آینده دورتر ماواره برهای خانواده سروش را داریم که های از 15 تا از 6 تا 15 تن را به فضا خواهند برد فعالیت های فضایی و فعالیت هایی که در مجموع وزارت دفاع انجام می شود کاملا علمی و فناورانه است سرعت ایران در زمینه فضایی شتاب گرفته ما اگر ببینید در زمینه فضایی به اون جایگاه مرتبت برسیم اصلا وزن ایران جایگاه ایران اون دانش سرشکن میشه تو حوزه های دیگر اعتبار ایران چقدری این مزدور سهیون واقعا چقدر سوختن بله ایشون میگه که پرتابای اخیر از پایگاه فضایی اما، فضای امام خمینی انجام شد اینو که من روز اولم گفتم که یک پایگاه شناخته شده است معلفه های پرتاب اخیر کاملا با فعالیت های نظامی متفاوت است اینه که باید بگه که واق واق غربی و آمریکایی ها یه مقداری اونو بخوان کنترل کنن در زمینه فضایی ما خبرهای خیلی خوب داریم سرعت خبران به شدت افزایش پیدا کرده دست آقای دولت آقای رئیسی درد نکنه و باید به ایشون که بالاخره بحث بوجه هم مطره خسته نباشید گفت ما به این صنعت فضایی سخت نیازمندیم برارو میخوام یه بیشرف به شما معرفی کنم یک فارسی زبان بیشرف به خصوص حالا اونایی که براخره اکادمی ها هستن و برنامه ما رو دنبال کردن یا براخره اهل علب... به صورت حرفه اخبار رو دنبال کردن یک کم خرنگفتی به اسم آرش آرامش رو میشناسن این کلگوسر یه شخص بقایت ایران ستیست یه شخص به و تنفروش و در این حال صادق. این هم میگم. خواهم گفت چرا صادق اینو میدونم. اول ببینید این کفتار... این کفتار کیه؟ این از پیشرفت های فضایی ایران ناراحت چیزی نیست مهم. مهم نی گوبگاشات پچر آمریکا و اروپا بیانیه دادن محکوم کردن ابراز نگرانی کردن زیر پشکلو خب اینو ببینیم دیگه بسته نه این. در حالی جمهوری اسلامی پرتاب کرده این ستا محفره را گفته خودش در مدار زمین قرار داده که میدونیم که بکنش گسترده جامعه جهانی و البته شاید این کفتار سر نگاه کنید و به یاد داشته باشید معرفی خواهم کرد این زیر پشکلو کیه و اگر هر جا دیدید دید دیگه یادتون بیاد شاخکاتون تیز باشه این کفتار کیه؟ با کمی داشته حکومت متعادل و غیره حکومت بچه کشه. آمریکا و که تو عراق 500 هزار کودک کشت رحم به سرخپوستان نکردن تو ویتنام او جنایات انجام دادن در ژاپن بمب اتم گذاشته این همه جنایت در بشریت از نگاه ای کلگوسر کمچردم یک حکومت متعارفه حکومت ایران یا حکومت غیر, غیر متعارف بعد ببینید در ادامه چی میگه یاقی میشه یک دستاورد بزرگ علمی یا میتونست حساب بشه به عنوان یک دستاورد فنی اولا زیر پشکلو این دستاورد بخو... اصلا علمی اصلا نظامی این مال ایرانه ولی از اونجایی که تو ایرانی نیستی چرا گفتم آدم صادقیه برا رو تو افتایی تیاد ای گوبگشاد تقریبا پنج سال قبل بود چهار سال قبل بود یه مساوی داشت با فرناز قاضیزاده مجری صدای بی بی سی و در اون رسما گفت که چرا میگم آدم صادقی هم هست در این حال به صداقتش میشه امتیاز داد کردیت داد گفت من در آمریکا زندگی میکنم وطن اصلیم آمریکاست تعصب آمریکا رو دارم ایران فقط واسه من یک خاطر است همچین شخص اینه که میارن من تعجب کنم چطور اینو در این رسانه فارسی بی کسی دیگه کسی ندارید این خودش رسما گفته من ایرانی نیستم ایران یه خاطره ای بوده تموم شد رفت من الان یه امریکایی هم عشقم علاقم تأثم هم مثل رضا پهلوی خرنگ پتم اینو میگه دیگه رضا پهلوی غورشپت میگه من آمریکام رفیقام دوستام خانوادم همه آمریکان من زنجیر نکنید ایران بیام ایران وایسم نه من همه زندگی ما آمریکاست این دیگه از نگاه منافع آمریکا تحلیل میکنه نه از منافع ملی ایران ها ببینید اون رسانه های حرامزاده ای که اینه دعوت میکنن این شخص آمریکایی فارسی زبان رو دعوت میکنن به نوعی میخوان واکنش دولت آمریکا رو شاید بشنوم البته دولت آمریکا و اینا خیلی معقولتر از این شخصن این گوگیش حالا یکی دیگه چیزاش هم ببینیم تا به میزان پدر سختگیتش بیشتر پی ببریم بشناسیم اینا رو این کفتار رو سعی خواهم کرد چند وقت یه بار یکی از این جرسوم های نادرست واسه شما معرفی کنم و حساب استاد حقوق خل ما شیشکی استاد زرپشکلونی مثلا این هم ببینید دیگه بسه یعنی دیگه دارن فرداد فرزا دیگه بسه دیگه چقدر ارباب ما کتک بخورد چقدر بچون مقاومت بزنن در ما تحتش از او بر بچون انسان از او بر بچون هشت شبی بس سلام با سبا این اول قدرت ما روش حساب کردیم جمهوری اسلامی نه زن بگون کنه بابا و مراد و خوری هی 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 هنم و هی 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 میگه دیگه بسته دیگه بسته یوز بس باکید بله یه بار دیگه که بسته یعنی دیگه دارن جان آمریکایی ها رو میگیرن در منطقه چه فکر دیگه بس کنید دیگه, دیگه جون آمریکایان میگیرن بابا دیگه گناهه جون آمریکایی خیلی مهمه واید گناه گناه کبیره اینا عرض میکنم اینا ایرانی نیستن آقا دیگه پس حتی نوکانهای های قپولی امریکا هم اینا نمیگن دیگه پس حتی توی آمریکا خود جنرال های امریکایی لینزی و تامکتان مسخره میکنن تاکر کارسون بهش گفت نفهم بهشون میگه دیگه بسته دیگه بسته آلو یوشکو نباید اجازه داد به جمهوری اسلامی نباید آرش میگه جونت نباید از نبا... دست دادن سه سرباز بود الان و... چرا نباید ای آمریکا نمیتونه من میتونم من برنوی دار نه تفنگی دارم میرم سر راه بچون سپا رو میگیرم نباید آمریکا ارزه نداره ارتشش از خودش محافظت کنه ما نمیذاریم نباید ولی ما گویم بباید آخش نباید شما در مقابل به باید محور مقاومت هیچ پخینی حتی موقعی هم که میکشیم تون شیپال در تو هم میکنیم بازم چلتا تا اطلاعیه میدن نه نه ما با ایران دعوا نداریم نه ما هیچ مشکلی با ایران نداریم نباید میگم برارو اینا آمریکایی تر از هر آمریکاییان اینا اصلا ایران براش وقتی خودش میگه یک خاطره است اینو واسه شناخت میذارم توان مال همین امروزم هم. وظیفه اول آقای رئیس جمهور حفاظت از جان به خصوص اون اون لولو رو چی بود محمر رو لولو برد آره اون محمر رو لولو برد دوران یک تازی آمریکا بای بای دورانی که آمریکا میزد و نمیخورد بای بای دورانی که هر غلطی میکردن نمیدونم هواپیمای ایرباس ما رو میزدن هموطنانمون رو به خاک خون میکشودن بای بای الان یکی بزنی ده تا میخوری دیدید عین الاسد شخم زدیم ترکل روش کردیم جمهوری خام رو سر کار بود چه غلطی کردید زیر پشکلو گب گشاد اگر شما در ارتش هستید یا میخواید برید دوباره در ارتش خدمت کنید آقا نمونش خود بنده خود و بنده اگه میخوام برم تو ارتش بعد میگم من با چه تضمینی برم میبر مقاومت ایران میزنه شیپال میکنه من امنیت جانی ندارم در ارتش عقب برو رسوانه شنکشت سرباز ارتشی کارش بره تو دل خطر میخواد بره مهمونی خاله نه زمین غرب آسیا داغه داغ خیلی داغه دیگه جا شما نیه کجای این قضیه اطمینان داشته باشیم که پس فردا خط قرمز از دست دادن <تصست> مثلا میگه کجا ف... ف... خط قرمز مثلا من برم تو ارتش خط قرمز مقامه رد نکنه بزن با پاپا شیپالدرم بکن اون زمانی که بدون دعوت وارد کشور سوریه و عراق شدی مجلس عراق قانون تصویب کرد که شما باید گورتون گم بکنی در سوریه دولت مشروع زیر نظر سازمان ملل سوریه میگه گورتون گم کنید اما دارین نفت سوریه رو میدزدید همچنان فرش قرمسی جلو پات و پنی گپ گشاد با خود پهپاد اگزا زنبوری حالا گفتن پهپاد چم اگزا زنبوری بوده تشت اگزا زنبوری زلفقار امام علیه زلفقار امام علی وقتی ده نیام در تموم زلفقار امام علی خیبرها نمیتونستن در مقابلش بیستن شما زیر پشکلونه که موش قابل بله این هم از معرفی این زیر مشک مشک گفتیم اگزو زنبوری یادی کنیم از اگزو زنبوری زلفقار امام علی خاریس در چشم دشمنان ایران و محور مقاومت اگزو زنبوری دست بلند غرش می که کل می زنه بابا بعض نیت کنار سامانه پدافندی کی روی کنده هالو اگزو زنبوری خراب میشه رو سر دشمن جالبه بدونی پایگاهش هم مخفی بوده تو اردن آمریکا میگه ما رو تو اردن زدن اردن میگه نه ما نزدیم تو خاک منو نزدن بعد حزب الله عراق اعلام کرد که بایدن خودش هم نمیدونه از کجا خورده بعد آمریکایی‌ها میگن ما نمیدونیم این پهباد از کجا اومده شما فقط اینه نمیدونید شما نمیدونید ما آرامکو رو کجاست چطور زدیم یه روز گفتید یمن بوده یه روز گفتید از هشت شبی عراق بوده یه روز گفتید از ایران بوده یه روز گفتید ایور بوده یه روز گفتید اوور بوده طوری میزنیم تون که نگاه کنید بگیرید ندونید از کجا خوردید اگزا زنبوری کار بچون انقلابی خمونه اگزا زنبوری کار جوانان نخبه انقلابی هم نه تعلیم یافتگان مکتب حسن قولی دوز و زیبا کلام سرگن و بقیه نه 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 اگزاز زنبوری ای جان ای جان ای جان بعضی اختا این ای جان ای قربونی قرشت همیا اومد ای جان ای جان, جان. با یلا سرگن سر تاک بر سرت زیبا کلام خرد کپو تاج زاده قلی دوست خاتمی علی می صادقی علی متحری ابتکار ملاوردی و کلم کلاب خائن الوطن فروشی هم ول نادرسی ول زیر پشکلونی ول خرد کپو دوباره <تصفح> بله اینم از اگزو زنبوری و منم هم اگزوز خیلی ابز زنبوریم سردان رسانه سردار اگزوز زنبوریم موش بخورد شمسی خال شمسی کجانی؟ کن چه کنی؟ زسیا پوسته چه خبر داری؟ نادرست <applause> بله این توییت محمد الاجری الاجری همیشه تویتاشو به فارسی میزنه بچونی من میگه که بله عکس یک کبوتر کشیده سینن داده جلو میگه وقتی خبر خوبی دارید اما نمیتوانید آن را به اشتراک بگذارید خدا میدونه چه خبر خوبیه <تصفح> چه سوبرایزیه واسه <تصفح> دشمنان و محور مقاومت بله این زن یکی از زن موشمرگی بود که به فنا رفته گفته امروز را نبی بخشم و نفراموش میکنم چیزی دیگه هم برای گفتن ندارم ما هم میگیم به درک نفراموش کن نه ببخش سرت دیم این دیوار خراب بزن بل کپو اصلا میدونی چی؟ اصلا برای اینکه خوب فراموش نکنی یه چکش بردار بزن تو ملاجد یا بزن سر قوزک پات <تصفح> اصلا دو من نمک بخور ور اصلا میخواید دو کیلو فلفل بخور ورتیز چه میدونم یه بلای سر خود بر خوب فراموش نکنی <تصفح> ز فراموش نکردنت ما خیلی خوشحالیم <تصفح> گشتل گردو او بای کیل بری تش بای کین سوزید چما زیر پشکلونه گشتل گردو و دو پیلیم تا دیروز حالاشم مثل موش کوری سری تپه و اینا میزدیم با اگزا زنبوری تو تو سوراخ موشی هزار تومن گیرتون گیرتون نمیاد نه هزار تومن ناصر دین شاه شما موش قابل بی ارزش هزار تومن فعلی <applause> بله این از این آقا یه گزارشی داره از روزنامه نشریه آمریکایی فارن افرز فارن افزر میگه که بهترین دوست جدید ایران کیه به نظرتون بهترین دوست جدید ایران <Tan mic et ataque> نشی آمریکایی فران فارن افرز که نشیه تخصصی در زمینه مسائل بین المللی و مسائل خارجی آمریکا در مطبی به قلم محمد آیت اللهی محمد آیت اللهی تبار عضو مدرسه کندی دانشگاه هاروار و استاد روابط بین الملل دانشگاه نمیدونم ای ام, ام تگزاس نوشت پس از جنگ اخیر در غزه حوسیا به شرکای کلیدی در تلاش تهران برای کسب هجمونی منطقی تبدیل شدن برارمونن ما رف... مثل شما به دنبال نوچ پروری و مزدور پروری و خفولی پروری نه ما برارون مونن برار روز تنگ مونن از ماه نوامبر دریای سرخ به سحنه تشدید عملات جنبش انصارالله تبدیل شدند این عملات که به گفته حوسی برای تحت فشار دادن قرار دادن اسرائیل به منظور پایان جنگ پایان دادن به جنگ غزه طراحی شده است نشان دهنده ظهور یک, من... یک منطقه درگیری جدی در خاورمیانه بی ثبات است حملات ما گذشته حوسی ها با بستن موثر دریا بر روی کشتی های باری اسرائیلی تجارت جهانی را مختل کرده و توجه بین المللی بی را به حوسی ها جلب کرده است این حملات به در جلب توجه و حمایت ایران از حوسی ها بسیار خوب بوده است به طور سنتی شبه نظامیان حوسی در درجه دوم توجه جمهوری اسلامی بودند کشوری که تمایل دارد بیشتر با حزب الله لبنان و دیگر گروه شبه نظامی که در ایدولوژی ضد آمریکایی با آنها اشتراک نظر دارند همکاری نزدیکتری داشته باشد اصلا این حرفا نیست همش دروغه با چون انصار الله یمن ز روز اول جزء برارون تاپ درجه یک بود بود هیچ فرقی سیما سی بین حزب الله لبنان و هشت شبی و با انصار این حرفا تفرقه افکنانه فقط به بز... درد میخوره بله بعد میگه که اما ایران به شدت خان افزایش قدرت خود در دریای سرخ است تا بتواند مانع از توقیف نفکش هایش توسط نیرو دریای آمریکا شود زیرا نفکش های ایرانی تحت تحریم های غرب قرار دارند و حوسی ها ثابت کردند که میتواند در سراسر پهنه آبی دریای سرخ اعمال قدرت کنم اون موقع گشتل گردو آرامش آرش آرامش زیر پشکلو میگه آمریکایی نباید اجازه بده نباید شما اربابتون حکومت بایدن مشمشود نمیتونه دست بچون یمن خان زارش کردن آمریکا تحقیرش کردن آمریکا رو میتونه بیا روبرو ایران با ایران مواجه بشه آخه این لغمه دندانگیر خفتون میکنه یه باران آنها همچنین ثابت کردند که میتوانند توجه ها را به خود جلب کرده و به سه رقیب اصلی منطقه ایران یعنی اسرائیل عربستان سعودی و امارات متحده عربی آسیب بزنن حوسیا به سرعت در حال تبدیل شدن به بخش مرکزی محور مقاومت تهران هستن. در واقع آنها به زودی میتوانند محوری ترین عضو آن باشند الان هم بهترینه جاش هم استراتژیکه بچون انصار الله یمن اللحاظ مکان جوپولیتیکی استراتژیک ترین نقطه رو پس از ایران داره. یعنی حزب الله لبنان چه هشت شبی اهمیت ژئوپلیتیکی که انصار یمن داره واسه دریای سرخ و نزدیکی به تنگه باب و اونا ندارن عجمبه ژئوپلیتیکی میگم برای اوسیا این مشارکت عمیق‌تر در زمان مناسب صورت میگیرد این گروه یمنی بیشتر خود را به تنها نیروی سیاسی و نظامی بیرقیب در صنعا پایتخت یمن تبدیل کردن با حمایت‌های معنوی و مادی بیشتر چه خارجی و چه داخلی حوسی ها می, می توانن کل یمن را به تصرف خود درآورده و به یک بازیگر تمام ایار دولتی تبدیل شود همین حالا بسیاری از این جریانات حزب اصلاح و جنوبی ها دارن می و بچون انصار الله یمن بله بعد تلیگر آمریکایی میگه متاسفانه واشنگتن راه آسانی برای خونسا کردن ترهای حوسی ها و, و یا ایرانی ها ندارد پریروز گزارشی میخوندم که آمریکایی ها سیاست تاکتیکا جنگیشون رو از بچون انصارالله کپی میکنن <تصفح> اون موقع گشتل گردو آرش آرامش میکن نباید بذارن زیر پشکلو بله استراتژی فعلی ایالات متحده پرتاب موشک به انبار تسلیحات و تاسیسات آموزشی اوسیا ممکن است به طور موقت توانایی شبه نظامیان خود خری. در حمله به کشتی ها رو مختل کند اما این حملات نا... حملات ناخواسته در جهت برنامه مبارزه با امپریالیست هوسیا هاست هم شده امپریالیست یعنی <applause> لابد امریکا شد اوزادی خواهد دالت طلب ایران و حوسی ها و ازبلا شده امپریالیست و نیز به تقویت جایگاه سیاسی ایران در خاورمیانه کمک می کند بنابراین واشنگتن باید حملات را فورا متوقف کند در عوض باید برای توقف جنگ در غزه تلاش کند ایالات متحده باید تلاش کند تا ت... توافقات دیپلماتیک منطقه را تقویت کند و چارچوب امنیتی خود را تقویت کند بله در پایان مقاله جالبی بلند مطالب خوب داره میگه فرماندهان و تلیگران سپاه پاسداران ایران در مناظرات داخلی خود خاطرنشان نشان می کند که نهادهای سیاسی و امتیاز اون موقع لیبرال های بی همه چیز می گفتن ما در یمن منافع استراتژیک نداریم خرد کپوتو اگر خائن نباشی در بهترین حالت مشتی احمق سبک مغز بیشعورید که نادهای سیاسی و مبارزاتی متعددی در سراسر خاورمیانه به تهران میان و خواهان دریافت حمایت از ایران میشن واید بسیار از آفریقا جدیدا آفریقا اصلا چار را شده در ایران در حالی که دولت جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی به بسیاری از این درخواستان نیست. خیلی قد درخواست‌ها زیادن. ها. ایران تنها زمانی روابط خود را با روسیه تعمیق که این گروه ثابت کرد که یک نیروی موثر در میدان نبرد است که حتی باعث تعجب شد. اما حوسی ها دست نشانده ایران نباشند دست کم میتوان آنها را شریک و همپیمان ایران به حساب آورد همانطور که عملات حوسی ها بر وادار کردن سعودی به آتش بس, بس بسیار موثر بود به همان میزان عملات آنها به شهرها و بنادر اسرائیل به تقسیم نیروهای اسرائیل کمک می کند و به حماس یکی دیگر از متحدان ایران فضای تنفسی می دهد با گشودن یک جپه جدید هزینه هر گونه حمله اسرائیل به حزب لبنان و همچنین هزینه بمباران سپاه و نیروهای متحده ایران در سوریه را افزایش می دند. برخلاف حماس حزب یا گروه های مختلف در سوریه فاصله جغرافیایی بین اسرائیل و قلمرو اوسیا حملات انتقام جویانه را برای اسرائیل دشوار می کند بله ارسلان یه مقاله بلند بالای جالبیه اما آخرش اینو بخونم اینا گامای کوتاه‌مدت برای مدیریت مناقشه منطقی است که برای حفظ ثبات تا انتخابات رئیس جمهوری آینده ایالات متحده طراحی شدند وگرنه هر کسی که در انتخابات آتی برنده شود به یک سیاست فعال و جامع نیاز دارد که امنیت مهوری آن آرمان فلسطین در خاور میانه به رسمیت بشناسد و به مشارکت حوسیا و ایران در دریای سرخ که بازی را تغییر میدهد بپردازند بازی تغییر که خبر نوری زیر پشکلو اما حتی این سیاست نیز باید مبتنی بر دیپلماسی باشد تا حملات نظامی تهران میخواهد دوباره حوسی ها و واشنگتن به چرخه غرور و تاخیر بکشاند جایی که ایالات متحده قدرتمند برای مجازات شبه نظامیان حوسی وارد عمل شده و بعد از سالها جنگ فرسایشی دست از پا درازتر مجبور به عقب نشینی شود به عبارت دیگر جمهور اسلامی و حوسی ها برای واشنگتن تله گذاشتن و مقامت آمریکایی نباید لا وارد این تله شوند <applause> بامون بجنگید تلس بامون جنگید هونتون درم نیم آخرش باید چه کار کنید شما یه کاری باید بکنید با دیگه یعنی <تصخیز> دقیقا ما در درون یک مغراس یک قیچی قرارشون دادیم هر کاری بکنن میبره <applause> بله اینم بچون الله یمن شیران رام نشدنی یمن آقا این گفته های فرمانده سگیونیست هم بشنویم مقام سابق سگیونیست میگه ارتش حتی در یک جپه هم قادر به پیروزی نیست قابل توجه یوبو گبگشاد سلشکر اسحاق بر... بریک از فرماندهان سابق ارتش رژیم سگیونیستی تاکید کرد که ارتش قادر به یه جنگ در دو جبه به طور همزمان نیست و حتی در یک جبه هم قادر به نابودی حماس نیست یعنی وضعشون خیلی خرابه و تماما به کارهای تروریستی و جنایت های وحشتناک بر علیه مردم عادی غزه متوسل شدن و تشت رو هم در جهان افتاده و واسه اولین باره که دیگه هولوکاست بازی سگونیستا در 70 هشتاد سال پیش دیگه تقش به کفگیرش به ته دیک خورد و اکنون مردم جان سگونیستا رو مشتی حرامزاده جنایتکار که در حال جنایت و نسکشی هستن میشناسن در آمریکا این مثلا به شدت در بین بخصوص جوانان آمریکایی افزایش یافته تنفر از اسرائیل که این آینده سگونیستا در روابط با آمریکا رو در آینده زیر سال میبره با امید خدا هنشو بعد در الجزیره میگه که آمریکا در دو روز گذشته از طریق طرفای سالس به ایران پیام داد که آخلانه که علاقه به جنگ نامحدود با ایران ندارد اما هشدار داد جن... گسترش جنگ فعلی منجر به اقدام آمریکا خواهد شد بیا منتظرتیم تیم تهران پاسخ داد که هر گونه عمله به ایران و خاک ایران عبور از یک خط قرمز خواهد بود که واشنگتن را به دنبال خواهد داشت بعد سوراخ موشی هزار تومن گیر کجا میخواید برید ز کجا میخواید برید یعنی میافتیم دنبالت کاری بتون بکنیم که با قلیپلا بتون بدیم و زارزار مشک مشمش گریه بکنید <applause> بله این از خبرهای امروز وزیر خارجه پاکستان هم گفته محکم پشت ایران ایستاده ایم اخره دیروز تجزیه تربان و شورشیان بلوچ هم یکی از در یکی از شهرهای پاکستان یه تحرکاتی داشتن و دولت پاکستان هم با اونا برخورد کرد جفری ساکس میگه که اسرائیل و کاخ سفید دروغ میگویند اسرائیل همیشه مشغول کشدار غیر نظامیان بوده است حزب لبنان هم اعلام کرده تجهیزات تجسسی ارتش اسرائیل را در مجاورت روستای اوزرانی هدف قرار داده است بازی دفعه انگلیس هم گفته ایران از نفوذ خود برای کاهش تنش در منطقه استفاده کند دیگه چی مفتی فی سبیل الله مایسیر سلاماتی لا 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 باید شل کنید و کیسا این تصاویر جانی بی بی سی هم جالبه از کشتی انگلیسی منفجر شده در خلیج عدن بعد از حمله موشکی بچون انصار الله یمن کشتی همچنان مسوزه خلاصه خبرهای جالبناکیه واسه ایران عزیز ما خبرهای شر برای دشمنان ما بله در پایانم رسین الجزیره هم گزارش داده عمران خان نخست وزیر سابق این کشور به همراه شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به اتهام افشای اسرار دولتی مجبورن به 20 سال حبس هر کدام 10 سال محکوم میشن ببینید خیلی. استکبار ستیزی آمریکا ستیزی در پاکستان در کشورهای دیگه چقدر هزینه دارد ما هزینهش رو پرداخت کردیم ما به معنای واقعی یک نظام مستقل داریم ایراد زیاد داره ولی مستقله تصمیم در تهران گرفته میشه خوب و بعد در تهران گرفته میشه شما کدوم کشور رو میبینید که تصمیماتشون فقط تو پایتختشون گرفته میشه حتی چین و روسیه هم اینطوری نیستن به, به اون استقلالی که ایران دارن ندارن بازم تحت تاثیر جریاناتی دیگه ارز کردم چون خودمون انجام میدیم خودمون نقطه ضعف زیاد داریم به فردیت به لحاظ فرهنگی تاریخی اما خودمون اشتباه انجام میدیم این خیلی مهمه خودمون خطا انجام میدیم خودمون میتونیم اصلاحش بکنیم اما تصمیمات 100 صد درصد ایرانیه و این مهمه خب یه در پایان هم این سخنان ابراهیم رئیسی رو بذاریم بگیم که ما اولا آلزایمر نداریم آلزایمر سیاسی نداریم رو بس میشه و بحث عدالت اجتماعی مزد زحمت کشان ما با هیچ کسی تعارف هم نداریم خط قرمزای منم آقای رئیسی کلا و هیچ رئیس دولتی در جمهوری اسلامی مشمول خط قرمزای من نمی شود دولت ها اصطلاحا اومده که کار انجام بدن کار نکردن باید نقد بشن انتقاد صورت بگیره بله که البته اینم خدا آقای رئیسی گفته که انتقاد کنید حالا ببینید بشنویم سوال اینه که اگر که شما 18 تیره 97 بود رئیس جمهور میشدید اوضاع چی میشد خدا را ما رئیس جمهور نشدید که دلار بشه 5000 بله دوستان عزیز قربونتون برم دوستان ایران ما به پیش میره شتابان پر سرعت و ترات و خدا وکیلی دیگه مرغ از از پرید حسابی هم پریده ما قطعا بر مشکلات منفایق خواهیم شد قطعا دشمنی دشمنان به خودشون بر میگردونیم و به اون نوک قله کوه موفقیتی که مرشد عزیز ما افقش قبلا واسه ما ترسیم کردن خواهیم رسید قربون تو برم سپاس از مهرتان پیروز باشید